هوموفوبیا یا ترس از همجنسگرایی یک بیماری اجتماعی من میتونم بگم هست و ریشه در نادانی و ناآگاهی داره. هوموفوبیا میتونه از یک به اصطلاح پوزخند تا اعدام رو شامل بشه. من امیدوار هستم که امروز ما دور هم جمع شده باشیم که به یک نه به هوموفوبیا بگیم و به احترام و قبول کردن انسان‌ها یک عالی. آقای کامبیز حسینی معرف حضور همگان هستند، نویسنده و مجری برنامه پارازیت، دومین خطر برای بقای جمهوری اسلامی در ایران محسوب می‌شوند. ایشون علاقمند به قلقلک بنیان قدرت هستند و این رو در دانشگاه‌های تئاتر ایران و آمریکا یاد گرفتند، ولی اصولاً دانشگاه را جایی مفید برای ملت نمی‌دانند. کامبیز خودش می‌گوید که هوموفوبیا ندارد ولی از مار می‌ترسد. او کامبیز همجنسگرا نیست ولی در حال حاضر مجرد است. صدام یه دونه بمب انداخت رشت اکپورت کوچه ما. مادر من حامله بود، بچه چهارمش میخواست به دنیا بیاره. پدر من ترسید چون که بچه چهارم میخواست. اون موقع هنوز کاندوم اختراع نشده بود بکنم. بعد ما کوش کردیم رفتیم مشهد چون صدام نمیزد مشهد رو، حرم امام رضا اونجا بود و نمیزد و اینا. بعد فیلم باشوب غریبه کوچک اومد به شهر مشهد. ما هم مادر من خوب رشتی اسیر نوستالژی های گیلان و اینها، دست من و برادرم که من پنجم دبستان بودم، دست من و برادرم رو گرفت و ما رفتیم سینما آفریقا فلک تقی‌آباد فیلم باشو غریبه کوچک رو دیدیم و اومدیم بیرون. اگر اون موقع پنجم دبستان مثلا 10 سال اگر اون موقع به من میگفتن که یک روزی تو با بازیگری فیلم در کشور کانادا در شهر تورنتو در دانشگاه اونجا میشینی و راجع به هوموفوبیا قرار که صحبت کنی، من بهش میگفتم خودتی. من واقعا نمیم چه اینجا یعنی همه این هم شد پخش بشه بده که من اینجا باشم اصلا. ولی آرشام خب گفت بیا و من اومدم. حقیقتا سوسن تسلیمی یکی از شاید بهترین بازیگر زن تاریخ سینمای ایران باشه بعد از من. این که الان سوسن تسلیمی اینجاست و من کنارش یه صحنه نشستم، این خودش یکی از افتخارات زندگی من محسوب خواهد شد و من امیدوارم که آدمهایی که فرهنگ میسازند برای ایران بتونن یک روزی در اون کشور باشند و همچنان فرهنگ بسازند، نه اینکه مجبور باشن مثل سوسن در کشورهای غربی تلاش بکنن که یک کارهای انجام بدن که لزوماً شاید فرهنگ ایران رو نمی‌سازن. و من زنگ زدم به خانم تمایی برنامه تنز دارم و این آدمی هم که صحبت کرد اینجا خیلی تفاوت امیدوارم داشته باشه با اون شخصیتی که من تو برنامه تنزم ارائه میدم. شاید مثلا سویل پارسا بتونم بگه چون تئاتریه و اینها که چقدر متفاوت بوده شخصیت با اون شخصیت. ولی من زنگ زدم به خانم تسلیمی گفتم بیا تو برنامه من و ایشون گفتم که چه جالب من یه نقش برات دارم یه روز گیه. گفتم که اوکی ببینم چی میشه. خلاصه فکر کردم بهش برای اینکه خب بالاخره ما کسی بودیم مردم یه فکرهایی به جمعه میکنن. گفتم که و اومدم با بچه هایی که توی اون شو به من کمک میکنن
و هنوزم میکنن و من خیلی دوستشون دارم مشورت کردم. مثلا آقا این چقدر قرار به من ضربه بزنه اگه من برم همچین کاری بکنم. و همه گفتم ای تو اگه یک دفعه بخواد این کارو بکنه تویی و اینا. حتی هیچ کدومشون گی نیستم. خلاصه سوسن لطف کرد اومد اون شهری که من زندگی میکنم و ما اینو دو ساعت راجبش صحبت کردیم و به صورت خیلی جادویی بعد از دو ساعت ما بعد از حرفایی که سوسن زد و کارگردانی که کرد ما این کار رو کردیم و ضبط کردیم. تجربه خوب تلخی بود. من شما هم که اینجا نشستین اگر یک ذره انسانیت سرتون میشد میشه این آدم رو تصویر میکردین در اون تاریکی قطعا یک جایی در قلبتون در ذهنتون یک تأثیری گذاشته که قطعا امیدوارم این تأثیر باعث چیزایی بشه که در آینده مثبت خواهد بود برای آدمی که همجنسگرا است. دیگه چی باید بگم؟ چطور بود که کار کردی موقعی که کار میکردی؟ چه تأثیری؟ چطوری؟ چه حسی داشتی؟ خب حس خوبی نبود. اصلا حس خوبی نبود برای اینکه این یارو خیلی بلا سرش میاد. یعنی حالا مثلا اگه یه بار دو بار من با یه بار مثلا شاید گفتم که مثلا یارو ولی شاید من راجع به این چیزا دارم جوک میگم خیلی بد باشه ولی من کارم اینه که تراژدی رو تبدیل به کمدی بکنم. یعنی جز این نمیتونیم ما اصلا بقا داشته باشیم واقعا ما ایرانی هایی که این همه تراژدی برامون پیش میاد هر روزه در اون زندگی به خاطر مسائلی که در اون کشور اتفاق میفته. من میتونم یه چیز دیگه بگم و اون اینه که من به شدت آدم هوموفوبیکی بودم زمانی که در ایران زندگی میکردم. خیلی هم زیاد. یعنی اگر کسی با اینکه اسمم کامبیز بود ولی خیلی هوموفوبیک یعنی وقتی داشتم بزرگ میشدم برای من یه جوری بود اگر احساس میکردم یه کسی امکان داره که از اون لحاظا بیاد سمت من من میگفتم که اوه من اصلا اینجوری نیست که تو فکر میکنی. تو سربازی من اداره امواتی کار میکردم زیر پل کالج نزدیک پارک دانشجو. پارک دانشجو جایی بود که اقشار متفاوتی از آدم‌هایی که گی هستند و یا چیزهای دیگری که آرشام میدونه من نمیدونم دیگر جنس گونه هم جنسگرا دو جنسگرا و غیره اینا اونجا بودن. ما کاری به کارشون نداشتیم ولی هر از چندگاه یه دونه سرگرستواری داشتیم ساعت دو... من راننده آمبولانس بودم که ساعت دو شب یه دفعه از روی مثلا کسل کننده بود اونجا نشسته بود میگفت ماموریت بریم پارک دانشجو. میرفت پارک دانشجو همه اینا رو میگرفتیم میآوردیم مینداختیم یه بازداشتگاهی که 10 نفر جا داشت 20 نفر رو مینداختیم این تو یکی یکی این آدما رو میآورد افسر نگهبان جلوی خودش میذاشت و مثلا یک خانمی بود که زن بود میگفت اسمت چیه؟ گفت شهره. گفت نه اسم پسری چیه؟ گفت مثلا شهرام و اینا. بعد میگفت لباسات رو یکی یکی در میار در میآورد و با گریه و زاری و اینها میگفت خواهش میکنم دلم کن و من میرفتم آدم ها رو میگرفتم. فکر نکنی که من میرفتم میگفتم نه من آدم ها رو میگرفتم میداختم تو نیسان پاس رو میآوردم یکی یکی آدم ها رو میآوردیم این مسخره میکرد آدم ها رو تمام عقده های جنسی روانی خودش رو چیز خالی میکرد این آدم ها و این آدم ها میرفتن. آن چیزی که یه چیزی رو من اونجا فهمیدم و اینکه یه چیزی اینجا غلطه. یعنی تو قرار طرف انسانیت رو بگیری و طرف چی رو؟ تو از این آدم بدت میاد. اینی که میگه من شهرام شهره هستم. از این خوشت نمیاد. ولی از اینم از این سرگرستوارم بدت میاد. پس تو کی راست میگه این وسط؟ این سوال در من به وجود اومد. اصلا دنبالش نرفتم. منبعی نداشتم که اصلا اطلاعات به من بده که اصلا بگه چی هست چی نیست. بعدن که از ایران اومدم بیرون و رفتم دانشگاه تئاتر رو 80% اون آدمایی که تو اون دانشگاه بودن گی بودن و من رفتم آنلاین خوندم میبرم بر چه خبره فهمیدم که
میتونم نترسم از آدمی که گیه و میاد با من صحبت میکنه، لزوماً نمیخواد که کاری با من انجام بده. و من فکر میکنم که اطلاعات نداریم در کل. هر کسی اگر که اطلاعات داشته باشه در این زمینه و بره تحقیق بکنه و اطلاعات برش فراهم باشه، میتونه که بر این ترس خودش غلبه کنه. من فکر میکنم همه آدم ها میتونن که بر این ترس خودشون غلبه کنن. و صرفا ما در ایران نداشتیم اطلاعاتش رو، ما ایرانی ها وقتی از ایران اومدیم بیرون، حالا خب همه خیلی شیک شدیم و کامپیوتر خریدیم و اینا و میریم آنلاین و رفیقای گی داریم و الان دیگه الان خیلی هم باحاله، اصلا من رفیق گی دارم. ولی همین کار تو ایران نمیتونیم انجام بدیم واقعا، به خاطر اینکه یک نمیدونیم، یعنی اصلا اطلاعی نداریم مثلا راجع به این قضیه. حتی الان خیلی بهتر شده، قبول داری؟ خیلی بهتر شده الان، ولی هنوز میترسیم. بازم خاطره میگم تمام هست. آره بگم بازم وقت دارم هنوز.